بر همیهنان عزیزم، با برنامه دیگه از زایش امید در خدمت شما هستیم. امشب مهمان عزیز برنامه ما بانو دکتر شهلا ممتاز هستن، در ارتباط با اخبار گوناگونی که میاد، در ارتباط با ایمیل های خانم کلینتون و اتفاقاتی که در جریان انتخابات آمریکا داره اتفاق میفته با ما گفتگو خواهند کرد. خیلی خوش اومدیم بانو دکتر ممتاز، بفرمایید. درود بر شما و همکارانتون و همینطور شنوندگان و بینندگان محترم برنامه زایش امید. سپاسگزارم که منو دعوت کردید و امیدوارم که بتونم جواب سوالهای شما رو بدم. بله، ما به هر حال شما رو به عنوان یک مأخذ معتبر میشناسیم، میدونیم که تحقیقات فوق‌العاده زیادی در زمینه‌های مختلف گلوبالیستا و صهیونیستا و به هر حال اتفاقاتی که در از بابت دیپ استیت کلن داره در دنیا میافته شما اطلاعات کافی دارید. خوشحال میشیم که این اطلاعات رو با دوستانمون به خصوص با بچه ها دوستان داخل ایران بتونیم به اشتراک بذاریم. بانو ممتاز، در مورد این انتخابات اخیر، این سوال اول من هستش، میتونید یک به قول معروف یک جمع‌بندی کوتاه داشته باشید که چی شد و فکر میکنید که چه اتفاق خواهد افتاد؟ این خب اصلا من شکی ندارم که در این انتخابات تقلب بسیار زیاد شد. اصلا کاملا مشخص هستش، یعنی اینقدر الان هم میدونید که مدارک مرتب داره میاد رو که تقلب شد و دیپ استیت نقش مهمی داشت در این. من وقتی میگیم دیپ استیت، همونطور که در برنامه های گذشته من بارها اینو تک گفتم، دیپ استیت هم دولت سایه‌ای هستش که در پشت صحنه همه این جریان ها رو داره هدایت میکنه، از رسانه ها گرفته به خصوص رسانه ها. یعنی رسانه ها در این مدت، برای من ایرانی یا شما ایرانی، رسانه های غربی تا اندازه زیادی روشن شده بود که یک دروغگو بیش نیست و به خصوص رسانه های مثل CNN، BBC، خیلی هاشون اصلا به طور کلی رسانه های بزرگ رسانه های دروغگوی هستن. همین هایی بودن که انقلاب رو در ایران راه انداختن، همین BBC بود که خمینی رو در ماه دید، نمیدونم همون رادیو اسرائیل کثافت بود که برای انقلابیون خط و مثلا راه رو نشون میداد. دیگه خودمون اینا رو بیاد داریم و اون زمان رادیوها بود، حالا دیگه تلویزیون ها هم اضافه شده و در مورد ترامپ هم همین حالت بود. ما میدونیم که ترامپ از روزی که وارد کاخ سفید شد مشکل داشت با رسانه ها و یکی از چیزهای اولیه هم که ترامپ گفت همین فیک نیوز بود، که یعنی در واقع برای جهانیان این رو باز کرد که خبرها دروغه و این یک چیز مهمی بود، چون ما هرگز این رو از دهان هیچ کدوم از رئیس جمهورا و نخست وزیرا و تمام رؤسای دولت ها در جهان نشنیده بودید. و رفتار ترامپ خوب با رسانه ها خوبم نبود، میشناخت اینا رو. این اولین کاری کرد که یعنی روشنسازی بود از شرایط کنونی جهان که رسانه ها بودن، که نقش بسیار مهمی دارن رسانه ها. رسانه ها در برنامه ریزی مغزی، در مخشوی و دادن اطلاعات دروغ نقش مهمترین نقش رو دارن. اصلا اگر اینها، شما فردا این رسانه ها رو عوض کنید و به یک رسانه های عادل، رسانه های راستگو، رسانه هایی که واقعا به دموکراسی اعتقاد دارن، به آزادی سخن اعتقاد دارن بکنید، باور کنید این سیستم دیپ استیت 24 ساعت طول نمیکشه از بین میشه. یعنی شما وقتی نگاه میکنید Associated Press یا Reuters، اینا جایی هستن که خبر رو برای ما میارن، فکر میکنن اینا صاحبشون کیه؟
هم دیپستایی چه؟ راتشایلد. راتشایلد بله. بله. یعنی بانک ها. بله. وقتی که ما نگاه میکنیم ما ببینیم خبر وقتی میادش تو این رسانه ها ما میدونیم که حتی خبر روزانه روزمره اون چیزیست که کنترل شده است. بله. به وسیله همین ایلومیناتی، به وسیله همین دیپ استیت. حالا رؤسای این تلویزیون ها چه کسانی هستن؟ تمام این ها ما میبینیم که در این دیپ استیت شغل های مهمی رو دارن و اینها از یک پشت یک میز بلند میشن، پشت میز دیگری میشینن، از یک اداره، از بودن رئیس یک اداره بلند میشن میرن رئیس اداره دیگه میشن. این اصلا مثل ایش خانوادگیه، همه چی تو همین هاست. از رئیس جمهور بگیرید، از میبینید اینا پسر خاله و دختر خاله و عمه و تمام اینا میبینید شدن رئیس، از بهداشت گرفته داروسازی ها گرفته، تمام نفت، هر جا پول هست قدرت هست. این اینا هستن شیطان ها همون بالا نشستن. حالا بعضی وقتا به اسم دموکرات، بعضی وقتا به اسم ریپابلیکن یا راست و چپ، حالا در هر کشوری. ما دیدیم که تاثیر اینها، یعنی کلا من فکر میکنم که این دیپ استیت فقط در آمریکا نیست، اینا شعبه های زیادی در تمام کشورهای دیگه دارن، چون اخبارشون هماهنگ، یعنی کاملا انگار که یه دودمه میزنن یه دستوری میدن بعد این خبر یه دفعه جهانی میشه. این کار رو با کرونا کردن، این کار رو با انتخابات آمریکا کردن و 100% که در گذشته با خیلی مسائل مهم دنیا این کار رو کردن. و بدبختی ما ایرانی ها این هستش که حتی رسانه های مستقر به خصوص در لس آنجلس هم همین پترن رو میرن جلو، یعنی به آزادی خواهان صدا نمیدن، ولی خب دیدیم که دائما هم ریالی یه مش تجزیه طلب و فدرال خواه و اینا رو میارن، میگن خب یعنی ما روشن فکرمون همینا، در حالی که خب راحتی میتونن بگردن ببینن که افرادی که واقعا وطن پرست هستن اونا کجا هستن، اونا چی میگن. ولی خب تمایلی به این مسئله ندارن، طبیعیه که همون نقشه و پترن رو اینا فالو میکنن و براشون حقیقت گویی آخرین چیزیه که فکرشون میکنن. رسانه های لس آنجلسی رو اگر ما نگاه میکنیم، اونها ببینید من با اینا کار کردم، من چیزی نیستش که برام جدید نیست، بودم توشون، بودم برای مدت کوتاهی، البته بگذاریم که پوست منو کندن در تمام این رسانه ها، هر جایی که من همکاری کردم واقعا اذیتم کردن. دلیلش رو بهتون بگم، اونها برای اینکه همون 50 دلار و 100 دلاری که از این طرف و اون طرف براشون میدن، اینا برای اونها کار میکنن. بگذار بگیم که بسیاری از کسانی که در این رسانه ها رو زیر نظر دارن، خودشون اصلا سواد سیاسی ندارن، خودشون هم خبراشون از همون CNN و از همون فاکس و از همین اینا میگیرن، همون رو میان تکرار میکنن، همون چرت و پرتا رو بر مردم میگن، تحلیلگر درستی ندارن، یک مش شعار، یک مش دروغ در این رسانه ها ما میبینیم. و برای همین هم شما نگاه کنید، این همه سال این همه رسانه دستشون بوده، در تمام این 20 چند سالی که ما این ماهواره ها رفتن هوا، که من خیلی وقتی اینا وارد شدن امیدوار بودیم ما، ولی دیدیم که هیچی از اینا که در نیومد، هیچ، تمام همون دیس اینفورمیشن، یعنی دروغ، چرندیات. حالا ممکنه حتی نمیخواستن دروغ رو بگن، ولی نمیدونن، بیشتر مطالعه ندارن. بسیاری از کسانی که در رأس این تلویزیون هستن، خانم سالا، یک دویشون اصلا زبان انگلیسی بلد نیستن. دقیقا اینو ما متوجه شدیم توی یکی دو تا از مثال. وقتی که شما توی یک کشوری داری زندگی میکنی، داری 40 سال زندگی میکنی، زبان اون کشور رو نمیدونی، خبرهای درست رو شما نمیدونی. دقیقا چرندیات رو که بی بی سی براتون میگه و صدای آمریکا میگه بود، که تمام اینا میدونیم دوباره نوکران دیپ استیت هستن، همونا رو تکرار میکنید. نه تنها اینو، به اضافه این که حالا من نمیخواستم اینجا برم تو این رسانه های ایرانی، ولی متاسفانه شما من اوپن رفت وابستن وصلن به هم. بله، در یک چیزی هم ما یاد گرفتیم به اسم دموکراسی.
یعنی وقتی تجزیه طلب گور به گور رو شما میارید اونجا و فکر میکنید دموکراسی که باش حرف میزنید، نخیر، این وطن فروشیست، این گلوبالیسته، این همون کثافتکاریه که داره صدای آمریکا میکنه، همون کثافتکاریه که داره بی بی سی میکنه. من خب یعنی تفاوت میهندوستی و تفاوت آزادی کلامو اینا نمیدونم. نخیزم کسی که تجزیه میخواد خائنه، ایشون حق حرف زدن نداره، ایشون باید زندان بشه، کلیچ هم انداخت توی دریا. بله بله، وطن پرستی شوخی نداره، قربونتون برم با چین چیزا. قربان منتصال، ما چون ورود کردیم به این جریان رسانه، من میخوام اینجا اضافه بکنم که 42 سال همین رسانه ها با سانسور کردن میهن پرستان و با دادن اخبار غلط و آدرس غلط، میلیون ها مردم در خارج از کشور رو در واقع به گمراهی کشوندن و تلقین کردن بهشون که اینا سیاست مدارمون همینا هستن، کسی دیگه ای نیست، با همینا کنار بیاین. و این حالا البته جاش توی این بحث نبود چون ما راجع به رسانه های ایرانی میخواستیم صحبت نکنیم، ولی چون پیش اومد من اینو مطرح کردم. بعد بانو ممتاز با ببخشید من یک چیزو بگم در مورد همین انتخابات ترامپ، چون راجع به اون صحبت میکردیم. ببینید، یک آقای هستش، یک جنرال آمریکایی هستش، جنرال نیروی دریایی، آقای تامس مکلندری. ایشون ویدیویی رو انداخت آورد بیرون و در این افشاگری های زیادی کرد راجع به نرم افزاری که استفاده شده بود در این انتخاب. و ایشون تنها نیستش، بسیاری دیگه، از این جولیانی هم برای اون رو صحبت کرد. پس ما میدونیم که تقلب زیادی شده و البته باید اینو ما بازش کنیم که این تقلب ها بیدلیل نشده. ما اینجا برمیگردیم به هیگلیان دایلکتیک، این خیلی مهمه، بازی هایی که در اثر این تقلب ها در آینده ما خواهیم دید که بسیار بسیار برای آمریکا خطرناک خواهد بود. بفرمایید. من در واقع میخواستم باز به همین شما در واقع گفتید، منم خیلی به اطلاعات زیادی داشتم، مثل اینکه تقلب رو به روش های گوناگون کردن، یعنی فقط یک روش رو در واقع اعمال نکردن و گسترده بوده، یعنی تا جایی که میدونم تا 37 ایالت رو من شنیدم که تقلب گسترده انجام شده. به هر حال ترامپ تقاضا کرده که قانونا رسیدگی بشه در موردش. و چون شما مدتی هم در امریکا بودید، آیا فکر میکنید که ترامپ شانسی داره؟ بله، من فکر میکنم که اینم بگم که 21,000 مردن مثل این که رای داده بوده به بایدن هم رای دادن. البته این فقط یکیشه، ما میدونیم که بسیار زیاد بوده که حتی رای ها رو اینها میخواستن سربنیس بکنن و یک نفرم دستگیر شده در این مورد. بله، این جریان ببینید سال 2000 هم اتفاق افتاد بین بوش و اون آقای چی بود اسمش؟ الگور که بعد بوش پیروز در اومد در این مورد. البته الگور و بوش هر دو خودشون خیلی از افراد معتبر دیپ استیت هستن. شرایطی که امروز ترامپ داره متفاوته. ترامپ یک مقدار، حالا من اینجا نمیخوام بگم ترامپ قسمتی از اون دیپ استیت نیست چون نمیدونم، ولی میتونم این رو بگم که یک مقداری برای اینها مشکل درست کرده بود ترامپ. این مسئله رو بوش نداشت. رسانه ها به این صورت که به جون ترامپ افتادن، به جون اون نیفتاده بودن. یکی از دلایل این مسئله مهمش که من فکر میکنم اینها بسیار با ترامپ لج افتادن، مسئله کودک، تجاوز به کودکان، خونخواری کودکان، این جریان شیطان پرستی که در بین دیپ استیت هست. ما میدونیم که کلینتون، اوباما، تمام اینها، همین بایدن، پسر کثافت بایدن که میدونید که تمام این مدارک آمد بیرون. حالا اینا رو دلم میخواد باز بکنم، چون اینا چیزهایی است که من همیشه اعتراضای من به ترامپ رو این بوده که
چرا فقط حرف عمل نیست. بله. زمانی که این ویدیوها از کامپیوتر پسر بایدن آمد بیرون، اینها باید خیلی راحت در بین مردم پخش میشد. در این ویدیوها ما میدونیم که نشون میده که این آقازاده چگونه به بچه ها تجاوز میکنه، نشون میده که حتی شکنجه میکنه اینها رو. و چرا این رو علنی نکردن؟ میدونم رسانه ها با ترامپ نبوده، ولی مشکل اینه که اینها باید به هر شکلی شده بود، بالاخره باید ترامپ 100 نفر دورش باشن دیگه که از اینا رو پخش کنن در بین مردم. در مورد خانم کلینتون ما همین رو میدونیم. کلینتون ایمیل هایی که فاش شد در کامپیوتر خانم کلینتون، فیلم هایی وجود داره که در این فیلم ها این زن داره بچه ها رو شکنجه میده. این زن خونخوارترین فرد در دیپ استیت. چگونه بود که اینها فاش نشد؟ هی گفتن میگیرنشون، دستگیرشون میکنن، هیچ اتفاقی نیفتاد. میدونیم اینها قدرت زیاد دارن، اما زمانی که ما حرف رو میزنیم و هیچی بیرون نمیاد، به یه دروغو تبدیل میشه. بله. مدارک هست ولی بیرون نمیاد. خیلی خوب، در این مورد که آقای ترامپ مشکل داره اصلا بی نهایته. یکی از چیزاش هم همین مسئله است، جلوی این کثافتکاری دیپ استیت رو گرفته و اسامی زیادی رو هم برده بیرون. من. و مدارکشون هم داره، و الا ترامپ کار دیگری نکرده بود حقیقتا که انقدر دیپ استیت رو اذیت کنه. یک کار مهمی که کرد نشون دادن رسانه ها بود، البته این خیلی مهمه، خیلی مهمه، دروغ بود. رسانه ها دروغگو هستن، که در مورد کرونا دیگه ما قشنگ برامون ثابت شد که رسانه ها چقدر پست هستن. دوم، مسئله کودک آزاری، تجاوز به کودکان، این مراسمی که مراسم خونخاری در مورد این فرقه، بهشون به اینا میگن فرقه خون، در این فرقه خون اتفاق میفته. اینها چیزهایی بود که ترامپ یه مقدار جلوشون رو گرفت. ما میدونیم ترامپ 3000 تا حداقل بچه رو آزاد کرد که اینها رو برای بردگی و سوء استفاده های جنسی برای الیت میخواستن استفاده کنن. میدونیم عده زیادی هم دستگیر شدن. البته مشکل من دوباره با ترامپ اینجا شروع میشه. این هایی که دستگیر شدن توفالهان، بله، اولیان، کله گنده ها، پسر ترامپ، پسر بایدن رو ببینم توی زندان. من نوعی، من نوعی به عنوان یک شهروند این جهان 7.5 میلیاردی، من میخوام بیل گیت که مرتب در اون خونه همین خانم مکسول بود، این رو من ببینم دستگیر شده. اینها مهمه، آقای بایدن مهمه دستگیر بشه، کلینتون دستگیر باید بشه. چون اینا نشدن، ولی اون توفاله هایی که این بچه های بدبخت رو میدوزن میارن، خب عکساشون هم ما دیدیم، اونو ارزش ندارن. درست مثل این میمونه، مواد مخدر وارد غرب میشه مرتب از سوی امثال کلینتون ها، که خانم کلینتون و شوهرش نقش مهمی دارن ایالت خودشون در این مورد، و مدارک زیادی هم از این بابت سالها پیش اومد بیرون. اینها دستگیر نمیشن. اون بچه که میره یه گرم توی خیابون میفروشه مرس دستگیر میشه برای مواد مخدر. همه جا هست دیگه، این روش همه جا هست. ایران هم همینطوره، ایران هم همینطوره. بله دقیقا، من اینو من دارم میگم، ترامپ یه کارهایی کرده بسیار خوب، ولی کارهایی هم کرده که مردم رو در انتظار گذاشته. ما همش منتظر بودیم اتفاق مهمی بیفته، به خصوص در مورد کلینتون، نشد. و آقای بار بعد میاد بیرون که ما میبینیم خود بار به نظر من کسیست از دیپ استیت. ما میبینیم آقای ترامپ میاد کسی رو استخدام میکنه برای رئیس CIA، اون خانم رو من اسمش الان یادم نیست، که ایشون
is one of یکی از افراد کامل دیپ استیت. ما میبینیم آقای ترامپ که امروز آقای نتانیاهو میاد تبریک میشه، با شمشیر میزنه توی کمر آقای ترامپ. خدمتی که ترامپ به صهیونیست ها کرد بی نهایته، هیچ کس دیگه هم نکرد. اما چی شد؟ برای من خیلی عجیبه، ترامپ خیلی خوب میدونه، از همه ما بهتر میدونه که نظم نوین جهانی ساخته پرداخته صهیونیست است. دیپ استیت یعنی صهیونیست. چگونه است آقای ترامپ همه چی رو داد به اسرائیل؟ حالا هم که دیدید اسرائیل اصلا دیپ استیت دیگه، اصلا دیدید آقای نتانیاهو یک نوکر کامل دیپ استیته. بله. و برای من آقای کوشنر داماد آقای ترامپ، هرچی هم که هر کس بگه در این که این خانواده خانواده صهیونیستی است اصلا شکی نیست. دقیقا. خب اینها همه سوال برانگیزه، ولی از اونجایی که من گفتم ترامپ دو کار مهم کرد، یکیش رسانه ها بودن، لو داد رسانه ها رو، و دومیش همین مسئله بچه آزاری و انسان فروشی، تمام این مسائل بود. و یک کار دیگه که ترامپ کرد، اقتصاد آمریکا رو رو به رشد داد که کرونا رو آوردن انداختن به جونش و خب امروز شرایط رو میدونیم. بفرمایید. خب فکر میکنم که در مورد افشای دروغ هایی هم که در مورد کرونا گفتنم، باز روشی که خود ترامپ دست گرفت برای مقابله با این مسئله خودش یه مقدار افشاگرانه بود، یه مقدار تیز انتقاد رو به طرف چین برد که خب به هر حال چین رو خیلی ضعیف کرد. میدونیم که روی مارکتش، روی بازارش خیلی تاثیر گذاشت، روی بورسش خیلی تاثیر گذاشت. اینم باز یکی از چیزای خوبش بوده. و یه چیز دیگه خوب که داشت که متاسفانه رژیم ایران همیشه یه راهی برای پاتک زدن داره، اونم این بود که اعمال تحریم‌های بیشتر بود، منتها با یک حکومتی که اهمیت اولش بقای خودشه، طبعا با اون تحریم‌ها ایشون برداشتن نزدیک شدن به روسیه، کشور فروختن و اینا، در حالی که یک کشور نرمالی که میهن پرسی مقدار داشته باشه توش تحریما رو تحمل میکنه و سختیشو میکشه ولی کشورشو نمیفروشه. این مشکل در واقع رژیم ایرانه که چون بی صفته، چون میهن براش مهم نیست، تحریم ها در اصل نتیجه معکوس داشت و فشارها همه به مردم وارد شد. در اصل خیلی دلم میخواد راجع به ایران و ترامپ بگم. من اصولا به کار ترامپ در مورد ایران، هم حرف شما درسته، ترامپ با این تحریم ها تنها زیانی که زد مردم رو ضعیف کرد. جمهوری اسلامی دونی سر جاش مونده، بدتر از همیشه، خونخوارتر از همیشهش. دوباره این یکی از همون کارهایی بود که ترامپ کرد که به نظر من به جای اینکه مردم رو قوی بکنه ضعیف کرد. ملت ما متاسفانه به زبان این رئیس جمهورها خیلی زود دل میبنده. اینو من یادم زمان بوش هم اتفاق افتاد، موقعی که بوش آمد گفتش که چه اهریمن کره شمالی و ایران و عراق، و بعد رفت عراق رو گرفت و دو دستی تحویل ایران داد. ما اون موقع هم ملتمون خیلی دل سپرد به بوش، در صورتی که بعد از یعنی توی جنگ عراق دیگه ما متوجه شدیم که بزرگترین خدمت رو آقای بوش به جمهوری اسلامی کرد. جمهوری اسلامی سر جاش موند، عراق رو هم گرفت و تروریستی رو اونجا هم زیاد کرد، ویران کرد اون کشور رو، همونطور که خودتون میدونید. دست ایران رو باز کرد، بازتر. امروز هم ما میبینیم که آقای ترامپ خیلی کارها میتونست بکنه که جمهوری اسلامی رو ضعیف بکنه، ولی حقیقتا نکرده. این کار رو ملت ایران رو ضعیف کرد. پس زیاد روی نساب خود آقای ترامپ هم میدونه که بازوی
دیپ استیت در خاورمیانه ایرانه. یک مقاله رو دیدید من از جیسکاس بریژینسکی گذاشتم که بریژینسکی قشنگ این رو میگه، میگه که ما خودمون تروریست های اسلامی رو درست کردیم که ازشون به موقعشون استفاده بکنیم، دریان ژئوپلیتیک هستش و استفاده. یعنی اولین تروریست هایی رو که درست کردن در اسلامی ها، یکیش القاعده بود که خود آقای بن لادن از ماموران CIA بود و جمهوری اسلامی رو درست کردن، یکی شیعه یکی سنی. این رو باید میکردن، هر دوی اینا سر نخشون میخورد به اخوان مسلمین. یاسر عرفات به جمهوری اسلامی کمک کرد، یکی از کسان مهم اخوان مسلمین بود اون زمان. پس ما میبینیم که اخوان المسلمین همون مثل صهیونیست‌ها هستن، منطقه اسلامیش، منطقه خیلی بی‌قدرت تر. صهیونیست‌ها جهان رو گرفتن، اونها نوکران. خب شیعه رو درست کردن، سنی درست که هر وقت هم میخوان این دوتا دیوانه رو بندازن به جون هم، مردم احمق مخشوی شده شون هم بندازن به جون هم دیگه، بکشن هم دیگه رو. ولی از این کشتار شلوغی به وجود بیاد، کشورها رو به هم بزن، همونطور که میبینیم ریختن. القاعده درست شد، افغانستان رو گرفتن، داعش رو درست کردن، خود اسرائیل رهبر اون البغدادی مال اسرائیله، مثلا اسرائیلی اصل یهودیه، خوبتن کردن یه نمایشی یک رهبر، ولی ما میدونیم که تعلیماتشون رو جمهوری اسلامی داد. از اون طرف هم تو سوریه به جون هم انداختن، حالا ایرانی رو، اون ایرانی و افغانی رو بردن اونجا کشتن. از اون طرف هم کشورهای دیگر رو که اومده بودن عضو داعش شده بودن، حالا پول بود هرچی بود، یک مشتیگانه با دارو، داروهای روان پریش به اینها دادن که شما دیدین چه جنایت هایی رو کردن. به دخترهای بدبخت اونجا تجاوز کردن، جهوناشون رو کشتن. زدی ها بله، بیشترین قربانی های این داعش کوبانی ها و خود خانم کلینتون هم که گفته بود اصلا اینا رو ما درست کردیم. من خانم خب خب اینو بریژینسکی هم گفته ما درست. نه اصلا از این ایمیلایی که افشا شد مشخص شد که اصلا حتی چقدر هزینه کردن برای ساختن داعش و برس خودشون بوده و خود قاسم سلیمانی اصلا دست داشته در ساختن این و هر ترور رو، هر خرابکاری هم که خواستن بکنن در ایران از اون تاریخ کردن و ضمناً یه لولو درست کردن که اگه که ما نباشیم داعش میاد ما رو میخوره. خب یه مقداری مردم رو ترسوندن و بله. شما نیاز دارید به این لولوها برای چیه که شما فکر میکنید جمهوری اسلامی 42 سال مونده من بقل گوشه توی وسط خاورمیانه، اون اسرائیلی که این همه دشمنه با جمهوری اسلامی، البته غلط کرده، مال خودشه، تمام این مدت هایی یکی تک و توک یه بمب هم این برانداخته، یه بمب هم اون برانداخته که مثلا بگن یه غلطی کرده، ولی هیچ وقت نتونن رو بمب بزنن رو خونه رفسنجانی یا خونه خامنه ای. نخیر، به اونا کاری ندارن، ولی چیزایی رو که مردم بدبخت ایران از جیب مردم ایران پولش خرج شده میرن هی خراب میکنن که دوباره برن خودشونم بسازن، دوباره سال چند سال دیگه خراب کنن دیگه. اینا دنبال بهانه میگردن برای حضور دیگه، اول خراب میکنن بعد اونجا باشن که بسازنش. خب این داستان قدیمیه دیگه. بله و بگن ما دشمنیم با هم دیگه، ببینیم ما با هم دشمنیم. از اون ور میاد آقای نتانیاهو اولتیماتوم میده به جمهوری اسلامی، از اون طرف آقای امثال البغدادی رو میفرسته زیر دست آقای خامنه ای، میگه اینا رو تعلیمات بدین برن سر ببرن. بله این بازی جهانیه و ما هم فریب میخوریم، فکر میکنیم که اوه اینا با هم دشمنن. نه خیر، نیستن. تا روزی که جمهوری اسلامی اونجا داره برای اسرائیلیا کار میکنه، من برای بزرگ شدن اسرائیل، برای آقای کیسینجر، آقای کیسینجر که میگه باید اسرائیل بزرگ بوده اونجا درست کرد. بله نقشه اوناست درست. این هم که حالا آقای ترامپ لطف کردن اومدن چهار تا از این جزیره های کوچولو به درد نخور اومدن حالا صلح کردن با، البته من فکر میکنم اگر
آقای ترامپ دستور به هر کدوم از اینا میداد بیاین صلح کنین دستبینه، خب نمیرن جلو دوربین دستبینه کاری باید دارن با اسرائیل که خراب کنن دیگه. اینا دنبال بهانه میگردن برای حضور دیگه، اول خراب میکنن بعد اونجا باشن که بسازنش. خب این داستان قدیمیه دیگه. بله، و بگن ما دشمنیم با هم دیگه. ببینیم ما با هم دشمنیم. از اون ور میاد آقای ناتانیاهو اولتیماتوم میده به جمهوری اسلامی، از اون طرف آقای امثال البغدادی رو میفرسته زیر دست آقای خامنه ای، میگه اینا رو تعلیمات بدین برن سر ببرن. بله، این بازی جهانیه و ما هم فریب میخوریم، فکر میکنیم که اوه اینا با هم دشمنن. نه خیر، نیستن. تا روزی که جمهوری اسلامی اونجا داره برای اسرائیلیا کار میکنه، من برای بزرگ شدن اسرائیل، برای آقای کیسینجر. آقای کیسینجر که میگه باید اسرائیل بزرگ بوده اونجا درست کرد. بله، نقشه اوناست درست. و اینم که حالا آقای ترامپ لطف کردن اومدن 4 تا از این جزیره های کوچولو به درد نخور اومدن حالا صلح کردن با، البته من فکر میکنم اگر آقای ترامپ دستور به هر کدوم از اینا میداد بیاین صلح کنین دستبینه، خب نمیرن جلو دوربین دستبینه کاری باید دارن با اسرائیل که. من خودشون نوکرای آمریکا و اروپا. بله بله، دیگه فقط میز ریاستشون تغییر میکنه، از این میز به اون میز، چون اینا همشون با هم دیگه دستشون تو همه. بانو ممتاز، من یه سوالی میخوام اینجا بکنم، چون شما اشاره کردیم به مسائلی که الان صحبت ایران شد و از بقول ما از انتخابات خارج شدیم و مطلبی که فرمودید، و این رو من از جنبه روانشناسی که شما متخصصش هستین اینو سوال میکنم. مردم داخل و حتی خارج از کشور، آیا این که به هر کسی که میاد، حالا ترامپ باشه، جورج بوش باشه، هر آدمی که بیاد یه مقدار حرف قشنگ بزنه، ولی خب در این حال وابستگیشو به دیپ استیت و نیروهای بدم داره، ولی میاد یه جای حرف قشنگ میزنه، مردم ما به قول شما زود باور هستن و زود امید میبندن بهش، آیا دلیل اینی که این مردم زود امید میبندن این نیست که احساس ناتوانی میکنن در مبارزه با رژیم و فکر میکنن که اگر که دنبال ناجی میگردن، حالا ناجی اگر که مثلا جورج بوش و ترامپ هم نباشه، دست به دعا برمیدارن؟ چون میبینیم که خرافات خیلی در ایران زیاد شده، من فکر میکنم که نسبت مستقیم داره با درجه اون احساس ناتوانی مردم که بالاخره به یک چیزی باید دستاویز پیدا بکنن، حالا سخنان جورج بوش باشه یا اینی که برن یه رمال ببینن در داخل. به هر حال این برای فرار از وضعیتی که دارن، چیزی که میدونیم اینه که آدم به فردا فکر میکنه وقتی که به امروزش امیدی نداره یا اینکه از امروزش ناراضی هستش. فکر میکنید که این یه مقداری احساس ضعف مردم باشه در قبال دشمنی که ازشون خیلی قوی تر میبینن؟ اینو فقط اگه کوتاه جواب بدین لطفا. بله، من فکر میکنم ملت ایران، البته بزرگترین، بله، 42 ساله آخوندها اونجا هن. ما میدونیم که دلیلش هم اینا، چه کسای اینا رو آوردن و چرا اینا رو آوردن. یکی از اهداف آخوندها در مورد ایران این بود که اون میهن پرستی رو از ایرانی بگیرن. من خیلی معذرت میخوام این رو میگم، ولی اون میهن پرستی که 42 سال پیش ایرانی ها بود در بینشون بود، شاید امروز در بینشون نباشه. من امروز مردم رو اینقدر ما دیدیم که در جنگ، ببخشید اینو بگم، در جنگ عراق، ایران عراق، بچه های ما، جوانان ما که بچه های اون زمان بودن، چگونه جنگیدند؟ بله، با تمام خیانت هایی که نظام جمهوری اسلامی به اونها میکرد، با تمام کارهایی میکرد که اینها کشته بشن، ولی اینها جان دادند که خاک ندن. آیا اون افراد امروز وجود دارند؟ من نمیدونم، چون به هر حال 42 سال رو اینها کار شده. بله، اینقدر مردم رو گرفتار زندگی روزمره کردن که دیگه اون انرژی، اون جونی که شما برای انرژی که برای عشق به میهن باید داشته باشی نمیتونی داشته باشی. اینقدر میگم گرفتارت کردن، اصلا به اضافه اینکه آلودگی هایی که بوده، به اضافه اینکه چه کارهای دیگه کردن پشت پرده با این مردم، خدا میدونه که امروز ما میبینیم که به دلایل مختلف مردم دارن مثل برگ درخت میریزن،
فوت میکنن اونجا و ممکنه هم همه رو میرزن گردن کرونا، حالا چه کرونا چه هر چیز دیگه، مردم رو دارن میکشن. گرسنگی، فقر، فساد اخلاقی، اینا تمام اون دلایلی میتونه باشه که مردم ایران خاموشن. و اینکه امید میبندن به خارجی ها، درست میگید، ما خیلی راحت امید میبندیم به خارجی، در صورتی که ترامپ در بهترین نقشش، اصلا بگیم فرشته آسمانی است، آمده برای زمین، برای کشور خودشه، برای کشورهای غربی است. من میدونم من طرفدار هیچ کس نیستم، من طرفدار بشریتم، انسانم، ولی اگر میگیم که ترامپ ترجیح میدیم به بایدن، به خاطر این جریان نظم نوین جهانی باید بتونه اختلال هایی درست کنه که اینها نتونن به قدرت برسن، که این یه مقدار کمک کنه به مردمی که میهن پرست هستن در همه جای غرب که بتونن با اینا مقابله کنن. فقط هیچ چیز دیگر نیست، اگر تازه اون باشه. بله، در مورد ترامپ یا جورج بوش هم من فکر میکنم به عنوان یه ریاست جمهوری یه کشور دیگه مردم باید تا یه حدی رو در نظر بگیرن. من خودم همیشه گفتم که ترامپ یه قطاره و هدف نیست و باید ازش تا یه مسیری که ما رو میتونه نزدیک بکنه با آزادی ازش استفاده کرد و بعدش دیگه ما با کار خودمون رو بکنیم. شاهزاده همیشه اینو اعلام کردن که فکر کنین اصلا هیچ قدرتی وجود نداره، رو خودتون متکی باشید. ولی منظور من از مردم به عنوان یک روانشناس میخواستم نظر شما بدونم که جوابم دادین. بله، یه مقداری حس ناتوانیه. بله، یه مسئله دیگه که اینجا خیلی مهمه اینه که ما اینو دارم از نظر روحی روانی میگم، دل میبندیم به سخنهای زیبای این رهبران خارجی، حالا میخواد نتانیاهو گور به گور باشه یا میخواد آقای ترامپ باشه، فرقی نمیکنه. چرا؟ برای اینکه ما 40 سال تحریف شدیم. وقتی میان میگن تاریخ ایران، اونا میدونن که ما چقدر برامون تاریخمون مهمه، چون تنها چیزی که بهش افتخار میتونیم بکنیم تاریخ گذشتمونه. هیچی ما نداریم که 40 سال بهش افتخار کنیم. ما فقط ننگ داریم. 40 ساله به عنوان ایرانی، به خصوص ایرانی هایی که در خارج زندگی میکنن، جز آبرو ریختن، آبرو رفتن، به جز خجالت، به جز شرم، چیز دیگری برای ایرانی نبوده. ما ها رو تروریست خوندن، گداگشنه های خاورمیانه خوندن، فقر و بدبختی رو نشوندن، فاحشه هامون رو نشون دادن، اون دهنگشاده رو مرتب توی فیلم هاشون نشون دادن، ملت ما رو یه مش وحشی نشون دادن. وقتی میاد یکی میگه تاریخ ایران از کوروش و داریوش، میگه ما به خودمون میبالیم، چون ما چیز دیگه نداریم به خودمون ببالیم. 40 ساله که ما هیچی نداریم. این یه حقیقت بانو. چیه؟ دلیل میشه که ما دل میبندیم به این رهبران خارجی، چون چرت کلمه حرف درست هم زدن، چیز مهمی هم نبوده، همه همونم میدونیم این تاریخ خیلی گوهربار بوده. ولی دلیل این که ما این رو گنده میکنیم به خاطر اینه که امروز از خودمون هیچی نداریم. دقیقا. و حس ناتوانی در مقابل دشمن بزرگ. دقیقا. در صورتی که حرف من اینو، فقط این رو بگم، ببینید ایران فقط یک راه داره. ما میدونیم دیپ استیت بسیار قدرتمنده، آخوندها مال دیپ استیت هستن، ولی نه تنها دیپ استیت، با تمام قدرتی که داره هیچ غلطی نمیتونه بکنه اگر میلیون ها بیاد بمونه. باور بکنید آخوند 3-4 روز هم دووم نمیاره، میره و گورش رو گم میکنه. ملت ما این کارو نکرده. ملت ما یک عده جوان، یک عده انسان هنوز با خون آریایی همون کوروش و داریوش. وقتی من میگم آریایی، خواهش میکنم این رو به پوست رنگ پوست نگاه نکنید. آریایی مرامه. با اون خون آریایی، با اون مرام آریایی به خیابون اومدن، رفتن تخت جمشید کشته دادن و ازشون حمایت نشد. اگر حمایت شده بود پیروز می شدن. ببینید
بیان توی خیابون 4 ساعت داد بزنن، فریاد بزنن، برن خونهاشون، به درد هیچی نمیخورن. نه ولی میلیون ها بیان، همه از همه جای ایران بیان، بیان بیرون و نرن به خونه ها. به خدا نمیمونه این رژیم، نه اینا جلوی تمام دولت های جهان اینا میتونن بایستن، چون نمیتونن همه رو بکشن. بله دقیقا درست میفرمایید. ما همینطور فکر میکنیم که تنها راه چاره که مونده، نه دولت در تبعید، نه ستاد نمیدونم براندازی، نه شورای گذار، نه هیچ کدوم، میدان میلیونی و حمایت ارتش. یعنی این دوتا کنار همدیگه باید گذاشته بشه. مردمی که ساکتن، مردمی که بچه هاشون میرن تو خیابون ولی خودشون میشینن تو خونه، همون هایی هستن که در واقع سال 57 هم بانو ممتاز ما 3 میلیون جمعیت داشتیم، حدودا 3-4 میلیون در خیابون ها رفتن تظاهرات، حالا درست غلط اصلا من بحث اونو نمی کنم، ولی برنده شدن، برنده شدن رژیمی که اومد در اصل دلیل سکوت اون 30 میلیونی بود که از خونه بیرون نیامد، بهش اکثر اولی نشون نداد. یعنی این اکثریت خاموش باید یه جایی متوجه بشه که چقدر دنیا داره هزینه این سکوت رو میده و بالاخره به خودش بیاد. و جالب اینجاست که تمام اتفاقاتی که میفته، همون 30 میلیون ساکت زمانی که یه عده جونشون رو گذاشتن و حالا حکومت عوض شد، همون 30 میلیون بیشترین تقاضاها رو داشتن، بیشترین انتظارا رو از دولت رو دارن، در حالی که وقتی که شما در عمل زمانی که کشور نیاز داره سکوت میکنی، اصلا حق نداری بعدن بخوای امتیازی بگیری. تو زمانی میتونی حق داشته باشی که در براندازیش مشارکت کرده باشی. و این رو میدونین اینا دارن، یه اکثریت تنبل و خاموشی دارن تمام مسئولیت و کار سخت رو میسپرن دست یک عده‌ای که نه آموزش نظامی دیدن، نه امکان مالی دارن، نه دنبال جاب هستن، دنبال کار هستن، نه تحصیل درست حسابی دارن، و همینا باید برن جون بدن که بعد اونا بتونن به خواسته هاشون برسن. و این واقعا خیلی خیلی بی‌انصافانه است. بله با درزم این ها لابی های بسیار قدرتمندی دارن آخونده. شما همین نایاک و امسای نایاک رو ببینید که این همه شرکت های نفتی پشتشون هستن، همین جریان دیپ استیت دیگه نایاک. ما میگیم مال جمهوری اسلامی، بله حمایت میکنه جمهوری اسلامی، باور بکنید نه اسلامیست نه ایرانیست، یک مشت عمل اکره رو گذاشتن اونجا در رست، ولی در از پشت پرده تمامشون چشم آبی هایی هستن که دارن اینها رو هدایت میکنن. بله دقیقا جمهوری اسلام. بانو ممتاز برگردیم به این جریان انتخابات آمریکا، اگر که شما در این مورد دوست دارید صحبت بکنید در خدمتتون هستیم. در مورد اینکه پرسیدید از من فکر میکنید ترامپ شانسی داره؟ بله ترامپ شانس داره که پیروز بشه، این به دادگاه برسه و در اونجا اگر واقعا کسانی که در اون دادگاه هستن مثل آقای بار نباشن. بله من دیگه زیاد به سیستم اصلا کنترلی آمریکا به همه چیز شک دارم دیگه الان. بله به اونجا بره و پیروز بشه. ولی یک مسئله رو فراموش کردید، این دیپ استیت تنها به دنبال این نیستش که ترامپ بره، دیپ استیت به دنبال این هستش که اختشاش به وجود بیاد در آمریکا، شاید حتی جنگ داخلی. این روشیست که دیپ استیت همیشه استفاده کرده و اون رو بهش میگیم هیگلین دایلکتیک. یعنی چیکار؟ که در واقع میگه تیسس یا رساله، بنویسید یک رساله ای رو درست کنید، یک تزی رو درست کنید، در مقابلش انتیتیسس یعنی ریاکشن، اون مقابلش رو میکنن، مردم جون به لب میشن، حرکتی میکنن، به جون هم میفتن و وقتی به جون هم افتادن پدر هم دیگر رو در آوردن، سینتیسس میاد، یعنی باید راه حل رو دولت پیدا کنه. برای حالا اینو خودشون از قبل میدونن، میگن خیلی خوب ساکت بشیم و اینو بهتون میدیم، برای اون شرایط رو به نوعی میبرن، به جایی میبرن که میخوان. الان چی رو میخوان؟ نظم نوین جهانی. الان چی رو میخوان؟ این ریست بزرگ اقتصادی رو میخوان. چه کسانی در رأس ریست هستن؟
آقای کلوس شاپ، World Economic Forum یا انجمن اقتصادی جهان. بله. آقای پرنس چارلز. اینها اون شیطان بزرگی هستن در رأس این ریست اقتصادی. بعد ما کسانی رو داریم که میدونیم که داریم این سوشیال انجینیرینگ یا مهندسی جامعه که نقشی که اینجا دیگه حالا کرونا و اینا همه دارن با هم بازی میکنن برای زندانی کردن و برای اون حبس خانگی و تمام این نمایش و سناریوهایی که از جزوه راکفلو میاد بیرون که راجبش ما صحبت کردیم، ما میبینیم که داره نقش منده برای سوشیال انجینیرینگ و چگونه انسان رو به ترانسیومنیزم برسونن، یعنی دیگه انسانی وجود نداشته باشه، انسان ماشینی که خودشون بتونن کنترل کنن برای نظم نوین جهانی. ولی برای رسیدن به اون چه در اروپا چه در آمریکا در تمام کشورهای غربی نیاز هست به هگلیان دیالکتیک یا این زد آخر که الان میبینیم تروریست بازی ها در اروپا شروع شده به امکان زیاد گسترش پیدا میکنه. بله، اینا در محیطی که آشوب زده باشه بهتر میتونن به اجرای نقشه های خودشون برسن، تا یه محیط آروم و پر از صلح و صفا خب طبیعیه که نمیتونن به مقاصدشون برسن. و این همونطور که نگاه میکنیم نقشه دنیا رو نگاه میکنیم، این اکثر کشورهایی که به این شکل هستن و جرائم زیاد توشون هست، این بهترین موقعیت و زمینه یه جغرافیایی هست برای کشورهایی که خیلی کراپت هستن، خیلی فاسد هستن. اینها دوست دارن که اصلا جامعه فاسد باشه، تو جامعه فاسد اینا بهتر میتونن کارشون انجام بدن. تو ایران هم همینه، تو امریکا هم همینه، همه جا همین هستش. میکروب انسان میکروب توی کثافت روش میکنن. بله درسته، دقیقا. با توجه به اخباری که داره میاد، من امروز دو سه تا اخبار دیدم که نمیدونم شما اطلاع دارین ازش یا نه. یکیش اینه که این بار CNN و فاکس نیوز تعداد الکترال رای های بایدن رو از 290 رسوندنش به 279. یعنی این فکر میکنید که چی؟ یعنی دارن شمارش ها رو واقعا قبول کردن نتیجه شمارش ها رو، که اینو کم کردن 11 تا کم کردن و یکی از این ایالت ها باشه که احتمالا باز شماری شده. من فکر میکنم یه چیز مثبتیه، ولی خب کافی نیست برهاش. کافی نیستش و هنوز برنده از نظر این چیزی که دارن اعلام میکنن بایدن هستش. زمانی اهمیت داره، میدونید شماره یه مقدار بالا پایین رفتنش تا زمانی که هنوز برنده به خودشون میگن بایدن هستش اهمیت داره. این تا زمانی که به دادگاه بره، من فکر میکنم اون زمانی که ما میتونیم بیشتر روش حساب کنیم. میگم حتی اگر بتونیم به دادگاه اطمینان بکنیم، میگم بعد از جریان بار، اون آقای بار، من زیاد به دادگاه های آمریکا، به قاضی القضات، به تمام اینا، به همه شون دیگه اطمینانی ندارم. روی این حساب، ولی با تمام اینها امکان داره که در اونجا پیروزی باشه برای ترامپ اگر فساد در اونجا نباشه. ولی اگر حقیقتا برن دنبالش، من فکر میکنم ترامپ 100% پیروز پیروز این جریانه. خب حالا پیروزم که بشه، ببینین این آماری که فعلا دادن، من نمیدونم این آمار بعدا چقدر عوض بشه، فعلا جوری که آمار دادن در واقع نصف جمعیت رای دهندگان تقریبا با این مقدار اختلاف کوتاه و کم، نصف رو دادن به بایدن، نصف رو دادن به ترامپ. خب این طبعا اینه که طرفدارای اینها و یا برای کسانی که رای دادن، اینا ممکنه که معترض بشن، چه اینا بایدن اعلام بکنن چه ترامپ رو اعلام بکنن. اینه اون دیویژنی که در واقع دیپ استیت میخواست در واقع با این انتخابات بله به وجود اومده، چون که هیچ کدوم از طرفین هم الان حاضر نیستن و متاسفانه در امریکا اکثر مردم مسلحن. یعنی دیگه این مثل جریان رأی منکوی ایران نمیشه که مردم چسبن به دهنشون بزنن، دستبند سبز بپوشن برن. 100% این دیگه خشونت خیلی بالا کشیده خواهد شد در تمام ایالت ها، چون در 47 ایالت من میدونم که این مشکل وجود داشته، یعنی اصلا مورد ایشو بوده برای بازشماری و بازبینی آرا.
خب این چجوری میشه؟ یعنی مردم چجوری با این مسئله قبول میکنن؟ شما فکر میکنید که طرفدارای بایدن اگر که ترامپ ببره در دادگاه، آیا طرفدارای بایدن هم به اون رأی دادگاه ترامپ میذارن و نمیان خونه بیرون؟ من فکر نمیکنم. داخلی میشه، من گفتم این جریان رو دیپ استیت میخواد. حتی اگه شده ترامپ رو بیان بگن اصلا بله انتخاب شد. اصلا این بازی که رسانه ها اومدن معرفی کردن بایدن رو به عنوان برنده، این خودش یکی از همون جریانیست که داره هدایت میشه به این همون هیگلین دیالکتیک. بله، این دارن میکنن که اومدن یه مدت امید دارن میدن به بایدن طرفدارش، و بایدن هم که میدونین طرفدارش این موش وحشی هم دیگه. بله. با بلک لایف ماتر و انتیفا و پول هایی که از خارج داره میاد و یه مش زامبی رو ریختن توی خیابون هستن. حالا البته یه عده‌ای هم هستن که دوشون گوشتن فکرم ممکنه باشن، منطور مخصوی شده و برنامه ریزی شده هستن. ولی که طور کلی اون کسانی که تو خیابون خواهند آمد و آدم کشی خواهند کرد همون زامبی هایی هستن که ما به عنوان انتیفا و بلک لایف ماتر و امثال اینها ما میدونیم که اینا واقعا مخصوصی شده هستن. و آمریکا همون که شما گفتید، فقط من میگم اتفاقا چقدر خوب که مردم هنوز اسلحه در دست دارن، چون اگر نداشتن مثل اروپا که دیگه برده شده. یعنی شما اروپا رو نگاه کنید، مردم بدبخت رو به زندان، همه رو زندان کردن، اصلا زندگی پایان در اروپا زندگی پایان یافته است. اگر اون کسایی کورن رو نمیبینن. دقیقا. خب برای اینی که اسلحه ها رو از دست مردم در بیارن، یادمون نرفته که در طول مدت 8 سال اوباما ما شاهد تعداد خیلی زیادی حمله های قتل های مدارس، یعنی میرفتن سوترها میرفتن توی مدارس آدم ها رو میکشتن و بعد اینا از این موضوع حالا رسیدگی میکردن و بعد نتیجه که میگرفتن اینه که مردم بعد اسلحه هاشون رو بدن. یعنی خیلی سعی کردن که مردم رو خل سلاح بکنن کلن، در خیلی از این مسائل داشته، ولی یه دفعه اصلا همش قطع شد. دموکرات ها چون میدونید بند 2 قانون اساسی آمریکا اسلحه داشتن رو حق مردم آمریکا میدونه. بله درست میگید، دموکرات ها خیلی سعی کردن این کار بکنن، اینه که نتونستن این کار بکنن. و اگر بایدن بیاد روی کار 100% دوباره این دفعه دیگه 100% میکنن، ارتش رو میریزن و اسلحه ها رو از مردم میگیرن. ولی یکی از دلایلی که این جنگ داخلی رو دیپ استیت میخواد به راه بندازه برای همین هم هستش. ببینید اینها نیاز دارن به نظم نوین جهانی، با آمریکا اتفاق نخواهد افتاد چون مردم اسلحه دارن، پس باید با جنگ اینها رو به زانو برسونن، به زانو بیارن، کاری بکنن که مردم چاره ای نداشته باشن. اینها این هدف رو دارن و آمریکا رو از نظر اقتصادی چنان به فقر برسونن. البته میدونید که یکی از نقشه های مهم دیپ استیت این هستش که آمریکا دیگه نقش ابرقدرت رو نداشته باشه، اصلا قدرت دیگه دست سازمان ملل خواهد بودش در نظم نوین جهانی با یک مدلی مثل چین. این مدلشون چین هستش، مردم رو به بردگی که رسوندن، فقر کامل، همون چیزهایی که من راجبشون در برنامه های شما صحبت کردم راجب اجنده 21. اینها رو برای رسوندن به اونجا یک کشور کاپیتالیستی ثروتمند، مردمش با اسلحه مثل اروپا نمیتونن باش رفتار کنن، تنها راش جنگه و دیپ استیت هم تنها هدفش همینه. و دلیل اینه هم که رادیو تلویزیون ها آمدن و بایدن رو قبل از این که آماده شده باشه این شرایط و پذیرفته شده باشه اعلام کردن که رئیس جمهور هستش، قدم اول هستش برای جنگ داخلی. بله بله، شروعش بود دیگه به هر حال. بله آماده کردن مردم برای اون لحظه. دقیقا. خب بانو شهلا ممتاز گرامی، ضمن سپاسگزاری از تشریف فرماییتون میخواستم ببینم اگر که صحبت پایانی دارین در مواردی که صحبت کردیم بفرمایید تا بعدش بتونیم از دوستان خداحافظی کنیم.
صحبت که دلم میخواست راجع به خیلی مسائل صحبت بکنیم ولی میدونم که وقت کوتاست، در برنامه آینده حتما دنبال میکنیم. من امیدوارم که شرایط جهان در یک روند بهتری قرار بگیره و به خصوص مردم ما واقعا فکر بکنن به حال خودشون و فرزندان و آینده خودشون. دل به کسی نبندیم، هیچ دولت مردی یا در هیچ سیاست مداری در جهان به فکر من و شما نخواهد بود جز خودمون، همونطور که ما به فکر کسی دیگری نخواهیم بود به جز خودمون. این یک حقیقت، هر مملکتی شما صاحب خونه خودت هستی و باید ازش حفاظت کنی. اینه که دل به این چیزها خوش نکنیم. امیدوارم روزی، و اون روزی هستش که من تازه امیدوار میشم به ایران، که ببینم میلیون ها انسان در خیابان ها هستن و آخوندها دنبال سوراخ موش میگردن. اون موقع دیگه هیچ کس نمیتونه ازشون نگهداری کنه. به امید اون روز. و سپاسگزارم از شما. برای تشریف فرماییتون. ما همیشه از آموزهای شما خیلی استفاده میکنیم. خوشحالیم که اصلا با شما در ارتباط هستیم. امیدوار هستیم که در آینده به زودی برنامه بعدی رو با هم دیگه داشته باشیم در خدمت دوستان. و یه پیامی هم من میخوام بدم، اونم اینه که دوستان عزیز، همونطور که بانو ممتاز هم فرمودن، همونطور که ما کارشناسای دیگه ای داشتیم در همین برنامه به طرق مختلف در ارتباط با مسائل مختلف صحبت کردن، این دیگه الان محرز شده که ایرانی بایسته که به صورت میلیونی وارد جامعه بشه برای اعتراض. بچه هاتون رو تنها نگذارید، سکوت نکنید. سکوت افراد و اکثریت در سال 57 این کشور رو به این نکبت رسوند. سکوت میلیونی عده خیلی زیادی همین الان در امریکا باعث شکست ترامپ شد که حتی شما امید داشتین بهش، به اینی که میتونه کاری انجام بده. پس بنابراین اکثریت خاموش وظیفه ای داره که بایستی که سعی بکنیم وظیفهشو به عنوان یک شهروند انجام بده. بچه هاتون رو تنها نگذارید و امید داشته باشیم به اینی که با همگرایی بین مردم و ارتش و یا کسانی که از به هر حال از بدن نظام جدا شدن بتونیم ما حمایت اونها رو هم داشته باشیم. مبارزات بایستی که مستدام باشه. یک ساعت بیاین تو خیابون فایده نداره، باید وقتی که اومدین تصمیم گرفتید، مثل ارتش که اگر که بیاد بیرون دیگه نمیتونه به پادگان برگرده، شما هم وقتی که اومدین بیرون دیگه نمیتونیم به خونه برگردین تا تکلیف یک سره بشه. امیدوارم که دوستان این پیام رو بگیرن. اینها کد هست، ولی خب کد هایی که شماها که اونجا با پوست و گوشت و استخوان خودتون دارین تمام این نکبت رو تحمل میکنید، من فکر میکنم که شاید یک بار برای همیشه بتونید با این حرکت کشور رو آزاد بکنید. پیشاپیش به همه دوستان شب بخیر میگم و امید دارم به اینی که در برنامه‌های بعدی باز در خدمت بانو شهر ممتاز باشیم. از جناب کمالپور تشکر میکنم و از صفحه رستاخیز برای در اختیار گذاشتن رستاخیز به